درس امروز تو سری های جدید راک، کانتری، بلوز، فانک، درس راک راجع به تپینگ میخوام بهتون بگم. بچه توی تپینگ خیلی نوتای زیادی میزنیم، بنابراین بهتره که خیلی بچسبیم به آکوردی که داره اون پشت نواخته میشه. امروز من روی آکورد دو ماژور و ر مینور زدم. البته توی آکوردم هم دو هم ره و پنج گرفتم، یعنی هیچ نشونه از اینکه دو ماژوره و ر مینوره ندادم. ممکنه که توی کاری که شما تنظیم میکنید دوتون رو کاملا ماژور نشون بدی یا کیبورد پلیرتون ماژور بزنه و ر مینور، ولی من توی آکوردی که توی تپینگ نشون دادم کاملا ماژور مینور رو از هم تفکیک کردم. به چه صورت؟ دقت کنید، موقعی که شروع کردم برای آکورد دو کاملا آکورد دو میج 7 رو نشون دادم. چه جوری؟ آکورد دو میج 7 چجوری ساخته میشه؟ 1 3 5 هفتم بزرگ. از هفتم بزرگ شروع کردم، سی. اومدم رسیدم به تونیک 2، اومدم سراغ سوم بزرگ می، و رسیدم سراغ پنجم سول. حالا این بعد دست راست هم داره چیکار میکنه؟ سول و دو رو میزنه، 5 و 1. خیلی ساده است به نظرتون، خیلی تپینگ سرعتی و پیچیده میومد، ولی همین دوباره تو اکتاف تکرار میشه. همین میم تو اکتاف، دوباره اکتاف. حالا رسیدم به ره. موقع ره دقیقا همون کار دارم انجام میدم، آکورد ره مینور 7 رو دارم به نمایش میذارم. دوباره از فاصله هفتم شروع میکنم، این دفعه هفتم هم کوچیکه، یعنی از هفتم کوچیک تونیک، سوم هم کوچیکه، سوم کوچیک و پنجم. این برم دوباره دارم خودش و پنجمش رو میزنم، یعنی میشه، یعنی پنجمش و خودش، لا و ره. و دوباره برگشتم رو دو ماژور و دوباره از روی اکتاوا برگشتم به سمت سیمای باسم، یعنی حرکت به سمت پایینم شد. البته همین ر مینور 7 هم شما میتونید خودتون توی اکتاوا حرکتش بدید و عین دو ماژور در طول دسته این تپینگ رو اجرا کنید. امیدوارم به دردتون خورده باشه. تمرین کنید، ویدیوهاتون رو بفرستید.